فیلم اول قهرمانی به شخصیت محبوب فلش قراره 4 نوامبر سال 2022 یا 13 آبان 1401 از طریق کمپانی توزیع برادران وارنر منتشر بشه. این فیلم آمریکایی کمپانی تولیدی دی سی با کارگردانی اندی موسکیتی ساخته شد و قرار ماجرای ابرقهرمانی شخصیت فلش رو نشون بده. حضور شخصیت ابرقهرمانی دیگه مثل بتمن هم تایید شد و همین میتونه باعث محبوب شدن بیشتر این اثر بشه. کارگردان آرژانتینی این اثر ساخت فیلم‌های بزرگ دیگه‌ای مثل مامای سال 2008 و 2012 و قسمت اول و دوم آن رو به عهده داشته. تو داستان این فیلم عالم به عنوان شخصیت فلش با بازی آزرا مالر به گذشته سفر میکنه تا جلوی کشته شدن مادرش رو بگیره، ولی این قضیه قرار عواقب خطرناکی رو به همراه داشته باشه. از سریال‌های فانتزی و داغ کره‌ای که تونست رکورد سریال محبوب بازی مرکب نتفلیکس رو بشکنه و به پربیننده‌ترین سریال تبدیل بشه. تو اولین 24 ساعت بعد از نمایش جهانی تونست توی 80 کشور به عنوان محبوب‌ترین سریال شبکه شناخته بشه و همین باعث شد رتبه محبوبیت اسکوید گیم رو مال خودش کنه. داستان ترسناک و فانتزی و خشن سریال تو کشور کره جنوبی اتفاق میفته، ولی کره‌ای که بیشتر مردم جزو آدم‌های مذهبی هستن و گرایش مذهبی دارن، هر لحظه ممکنه یه فرشته جلوی آدم‌ها ظاهر بشه و از مردن به جهنم رفتنشون تا چند روز آینده خبر بده. چند روز بعد هم این ماجرا به خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل توسط 3 تا هیولا انجام میشه. سانگ هویون 44 ساله کره‌ای وظیفه کارگردانی و نویسندگی فصل اولین سریال رو به عهده داشت. انیمیشن ایستگاه سئول سال 2016، پادشاه خوک‌ها، فیلم‌های مهیج و بزرگ قطار بوسان و شبه جزیره سال 2020 هم ساخته همین کارگردان محسوب میشه. به طور کلی به نظر خیلی ها بزرگ شدن این سریال بیشتر به خاطر تبلیغات زیاد نتفلیکس بود و به اون شدت هم سریال خوبی به حساب نمیاد. سریال 6 قسمتی 2 ساعت 30 دقیقه آزم جهنم یا قلمرو جهنم نوامبر سال 2021 منتشر شد و با 11000 رای سایت IMDb تا حالا تونسته امتیاز 6.7/10 رو بگیره. این دوئل قانونی قرار توی فرانسه برگزار بشه. قرن 14 میلادی و چند سالی از جنگ‌های 100 ساله گذشته. ماجرا تو دورانی از قرون وسطای فرانسه اتفاق میفته که برگزاری دوئل به اوج خودش رسید و حالا قرار آخرین دوئل قانونی به دستور شاه چارلز ششم شروع بشه و دو تا دوست قدیمی رو روبروی هم قرار بده. تمرکز این فیلم روی داستان واقعی اتهام مارگارت دوکاروش قرار میگیره. اون ادعا میکنه که توسط نزدیکترین دوست همسرش مورد تجاوز قرار گرفته، ولی نمیتونه این قضیه رو ثابت کنه. واسه همین همسرش مجبور میشه با دعوت دوست قدیمیش به دوئل ماجرا رو تموم کنه. فیلم 232 دقیقه یا ریدلی اسکات سپتامبر 2021 به نمایش در اومد و تا حالا با 32000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.6/10 رو بگیره. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه. کریستین سوارت این دفعه تو نقش شخصیت دایان اسپنسر ظاهر میشه. داستان تو دوره‌ایه که اون با مشکلات ذهنی و روانی زیادی دست و پنجه نرم میکنه و تصمیم داره ازدواجش با چارلز رو به هم بزنه. اسپنسر بر اساس ماجراهای زندگی دایانا فرانسیس اسپنسر، مادر شاهزاده ویلیام و شاهزاده هری، با کارگردانی پابلو لاراین ساخته شد و سپتامبر سال 2021 از طریق استدیوی توزیع نئون منتشر شد. این فیلم 157 دقیقه‌ای تا حالا با 16000 رای سایت IMDb امتیاز 7/10 رو به اسم خودش ثبت کرده. در سنی آر برای این فیلم ثبت شد و تماشای اون ممکنه برای همه مناسب نباشه.